هشدار سیگر از روبرو شدن افغانستان با بحران بهداشتی، در حالی که وزارت صحت کشور میگوید شمار رویدادهای مثبت کرونا در افغانستان به 2469 تن رسیده. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارشش به کنگره آن کشور هشدار داده است که احتمال فاجعه بهداشتی در افغانستان وجود دارد. در این گزارش آمده است که آسیب پذیری‌های منحصر به فرد در افغانستان از جمله سیستم بهداشتی ضعیف، سوی تغذیه گسترده، بیجا شدگان داخلی، مرز مشترک با ایران و درگیری‌های مداوم در افغانستان در ماه‌های آینده افغانستان را با یک فاجعه بهداشتی روبرو خواهد ساخت. ولی اینکه آیا واقعا افغانستان با یک فاجعه بهداشتی روبروست، در برنامه عصر امروز خط کابل بحث می‌کنیم. من روزقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان سلیم وردک، رئیس بنیاد مساعدت با قهرمانان، و دکتر سلام حکیم، مشاور وزارت صحت کشور اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای حکیم، آیا افغانستان با یک فاجعه بهداشتی روبروست؟ سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیزی که فعلا دارن ما را تماشا میکنن. سلام، اجازه بدین نخست برایشان روزهای خوب رمضانی و بدور از کرونا را آرزو بکنم. و در قسمت سوال شما باید گفت که فعلا افغانستان داره به فاجعه کرونا نزدیک میشه. وزارت صحت افغانستان از اوایل بر مردم ابلاغ کرد که توصیه هایی را برشان ابلاغ کرد و پیام های صحیح را برشان داد که مردم بار رعایت کردن از این وزارت صحت را کمک بکنند در رسیدن به فاجعه، در نرسیدن به فاجعه کمک بکنند وزارت صحت را. وزارت صحت از اوایل بر مردم توصیه کرد که در خانه های خود بمانند، فاصله اجتماعی را مد نظر بگیرند و همچنان از گشت و گذار و از روبوسی و بعضی امور دیگه که گفت جلوگیری بکنند. ببینید، فاجعه کرونا فعلا در افغانستان فاجعه یگانه نیست. ما شما بدبختانه از بودهای مختلف به فاجعه روبرو هستیم و همچنان بحران های مختلف در شرایط کنی ما را تهدید میکنه. صحت هموطنان ما را، جانشان، اقتصادشان و همچنان ابعاد مختلف زندگیشان. به همین شکل کرونا هم قسمی که پدیده نوی بود که تمام دنیا را تکان داد، این پدیده فعلا در افغانستان هم رو به فاجعه افزا بودن شروع کرده. یعنی کیس های مثبت ما داره روز به روز زیاد میشه. درست است. و ما داریم به مردم دوباره و دوباره همه روزه برشان هشدار میدیم که این حالت امکان داره بدتر شود. فاجعه انسانی خطرناک امکان داره از باعث کرونا در افغانستان ایجاد شود. شما گفتین نزدیک هستیم با این فاجعه. خب حتما ترسیم کرده وزارت صحت نزدیک. بله، نزدیک. مرحله را میشه شما بگوین که اوج فاجعه میشه نزدیک؟ ما از کدام لحاظ بر شما گفتم؟ از لحاظ اپیدمیولوژیکی وزارت صحت ما قرار ترسیم ها یا تخمین هایی که کردیم، پاندمی ها در سطح جهان وقتی که اتفاق میافتن، اینا به شکل یک ترند یا میلانه که میگن ای ارزیابی میشه یا بررسی میشه. فعلا در کشورهای مختلف دنیا اما پیک یا قله کرونا را که میبینیم در کشورهای مختلف حالات مختلف را داره. در بعضی کشورها ای پیک به شکل هموار یا پهن شده، یعنی واقعات مثبت پراگنده شده، واقعات مثبت کم شده. مگر در افغانستان قسمی که با اساس ترند اپیدمیولوژیک شگه ما بررسی بکنیم، فعلا کیس های ما با قله نزدیک شده، تقریبا با قله نزدیک شده. با اساس تخمینی که شده بود افغانستان، تخمین زده شده بود که الی 29 اپریل به مو اوج و به مو قله پیک میرسه. مگر ما شاهد هستیم که فعلا امروز 2 می سال روان میلادی است. فاجعه بس کلانتر است. بله. تمامی رویدادهای ثبت شده 2469 نفر است. پیش از وزیر صحت گفته بود که حداقل 80% نفوذ افغانستان را میگیره. پس ما هنوزم دور هستیم یا نتونستین تشخیص بکنین؟ خب، آمار بیشتر از این است. با در نظر داشت منابع و با در نظر داشت ای که بحران کرونا یک پدیده جدیدی است. بله. تمام کشورها از قبل هیچ گونه اقداماتی نداشتن اینا. و این قسم افغانستان هم پدیده نو است، مدیریت نو، پلان گذاری نو، تمام ابعاد نو از ضرورت داره. با وجود از او، با اقداماتی که وزارت صحت ما بینیم از بسیاری کشورهای دنیا که اقدامات خود از بسیار قبل شروع کرد، با وجود از او اقدامات، با مراکز تشخیصی و تجرید و تداویی که ساخته شد، فعلا
یعنی امکان داره که نظر به تست هایی که انجام میشه و نظر به ظرفیت تست هایی که وزارت ستامه داره اگر ایره گسترده تر بسوزه، اگر زمینه اجرای تست های خود پهن تر بسوزه، ما مطمئن هستیم که تعداد تست های مثبت و تعداد ارقام ما بالاتر از این است. وردکس بوس، تاسو دی کرونا وضعیت مینه و راست تر بله وضعیت پا افغانستان که بدتریگی، امنیتی ځواکونه مستثنا نه دي. نن د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوه کسه سربازان د اقل مړه دي د کرونا له امله. په ټوله کې تاسو وضعیت څه رقم ارزوئ په امنیتي او دفاعي نهادونو کې څونه پاملرنه سوې کرونا ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، زمونږ ګران میلمه او همچنان ستاسو همکارانو ته او درنو لیدونکو ته. د کرونا په هکله زه وایم چې زمونږ د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ په همدې اواخرو کې چې کله د کرونا اوازه افغانستان ته راننوته یا چې کله حوادث ثبت شول، مونږ په دې راسته کې کار وکړلو د وزارت سره او بعضې هغه کورنۍ چې مونږ سره ثبت وي. زمونږ سره لومړنی تشویش هم دغه و چې که خدای نخواسته چیرته دا مسله لږ نوره مخکې لاړ شي، لومړنی او یوازینی خلک چې د هغې نه زیات متضرره کېږي هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو معلولینو کورنۍ دي. یعنې د هغه څوک دي چې د سختو شرایطو سره او د مشکلاتو سره مخامخ دي، که د هر لحاظ نه وښیي، که د اطلاع رسانۍ نه، که د آګاهۍ نه ووهي، که د اقتصادي مواردو نه وایي، دوی په سختو مشکلاتو کې دي. مونږ مطبوعاتي کانفرانس ورکړلو، په دولت هم غږ وکړلو چې دې مسلې ته جدي توجه پاملرنه وکړي، حتی تر دې انده پورې چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو شهیدانو معلولینو کورنیو ته د هغوی هغه کوم حقوق امتیازات چې د هغه تر ننه پورې چې تاسو سره خبرې کوم سر تا سره ټولو خپل حقوق امتیازات نه دي اخیستي. دا خپله یو سبب د شیوي د وایرس د کرونا د وایرس ګرځي. هغه څوک چې په کور کې مشکلات لري، اقتصادي ضعیفه ده، مجبور ده چې هغه بیرون راوځي د یو سلسله د خپل نفقه یا د اولاد د کومکونو دپاره د هغې دپاره هلې ځلې وکړي. او همدغسې که تاسو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې وښایي هغوی چې کومه مبارزه کوم جنګ کوي، نو د هغوی سره خو د خپل د کورنۍ تشویش شته ده چې زه دلته جنګ کوم، زما به اولاد، زما به کډه، زما به مور، زما به پلار په څه وضعیت کې، په څه حالت کې ده. دا یو تشویش ده د دوی سره چې متاسفانه په هغه آن چې باید دولت د دوی دپاره کار وکړي، برنامې ورته جوړې کړي، خپل اول دوی ته ورسیږي، هغه اندازه نه ورته رسیږي. تاسو لنډ مثال راشئ، دغه اوس د کابل په ټولو چرایونو کې وګرځئ، تاسو ما ته وښایي چې تقریبا تر 90% نه زیات به تاسو داسې سرتیری پیدا کړئ چې هغه هغه د ابتدایي امکاناتو چې د کرونا سره د دوی وقایه کوي دوی سره نشته دي. او متاسفانه وایم چې حاکم سیاسي وضعیت چې کوم بحراني ده، د دې ټولو بدبختیو زامن، د دې ټولو بدبختیو لامل هم دغه فعلا هغه سیاسي حاکم وضعیت ته چې خو متاسفانه وضعیت ته دقل توجه نه ده سوی نظر مداده او بخې پوین د دو وضعیت ته دقل توجه نه ده سوی د دوی وضعیت ته توجه نه ده شوی چې دقل دوی ته پاملرنه وشي او دوی ته هغه امکانات په لاس کې ورکړل چې دقل دوی خپل مشکلات پی حل کړي. آقای حکیم، خوب نیروهای امنیتی افغانستان است کسایی هستند که پس از دکتران در کشور اینا در خط مقدم هستند. مثلا اگر قرنطین وضع میشه نیروهای امنیتی باید تطبیقش بکنه در شهرها، ولی شما صحبت وردک سبه شنیدین که توجه خاص نشده. در کنار از این روزنامه اش صبح امروز یک مطلب را نشر کرد، حتما خواندین. از به نقل از منابع درر گفته که وزیر صحت در جلسه کابینه گفته که از میان 500 تست امتحانی که از کابل گرفته، آزمایشی از کابل، یعنی علائم را نداشتن، نزدیک به نیم از اینها مبتلا بودند به ویروس کرونا. بله، اول اجازه بدین که در قسمت تحقیقی که شده ما به رسانه های محترم کم وضاحت بدم، به خاطر که پدیده جدید است. وزارت ستامت پژوهش اختصاصی اخیری که انجام داده و نتایجش در ظرف روز قبل اعلان کرد، یک تحقیق را انجام داد که به صورت رندم یا تصادفی میگم از ده ناحیه شهر کابل سپلگیری شد یا نمونه گیری شد، که از 500 سمپلی که اخذ شده بود از مریضان به شکل اما سمپلاشون رپید تست، توسط رپید تست معایناتش صورت گرفت. از جمله 500 سمپل و نمونه‌ای که گرفته شده بود، متاسفانه 260 سمپل ما از نتیجه آزمایشش مثبت بود و باز وزارت ستامه به خاطر قطعی ساختن از مثبت بودن از این آزمایشات و همچنان به خاطر ازدیاد اعتبار از این 260 سمپل دوباره مورد بررسی توسط معاینات پی سی آر قرار داد. درست است، اینو کسایی بودن که علائم کرونا را نداشتن؟ نه خیر، اینا کسایی بودن که به صورت رندم تصادفی قسم براتون گفتم انتخاب درست است. پس این قسم گفتم میتونیم که ممکن نیم جمعیت افغانستان یا کابل مبتلا به کرونا باشه. ما گفتم ما ختم بکنم ده. از جمله 260 سمپل که دوباره تحت معاینات پی سی آر توسط وزارت ستامه قرار گرفت، 60% از اینا که 156 نفر میشه شوربختونه اینا بازم نتیجه مثبت بود. این مسئله را بیتونیم با استناد به
مو گفته های سازمان صحی جهان که گفتند که ویروس و کرونا در 100% مردم در 80% از اینا یعنی به صورت مخفی سیر میکنند. اینا عرض علائم نمی داشته باشند، یعنی به صورت یک انسان سالم می باشند، مگر از لحاظ علمیش یا طبیش براتون بگویم ما اینا رو به نام ناقل سالم یاد میکنیم که خودشون سالم هستند، اما میتونن که ویروس بر کسای دیگر هم انتقال بدن. با در نظر داشت این تخمین و با در نظر داشت وضع صحی و سیستم صحی کشور ما میتونیم بگوییم که اگر مردم دوباره با وزارت ستامه همکاری نکنن، مردم با وزارت ستامه شانه نتن در کنترل از این بحران، امکان داره که تخمینی را که وزارت ستامه در اول کده بود که امکان داره 80% نفوس افغانستان به ویروس آلوده شود، خدای نخواسته امکاناتش هست که به حقیقت بپیوند. خیلی سپاسگزار. وقفه. پرامون پات برقه ورتکس بوس د امنیتیز وکونو پوګو بار ور چي ولې تل کسنګ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه پلان او برنامه د تنست د دوی دی ونيسي ولې دا رقم دوزه زه د مخکې د چتا سوال تراشمه ما بار بار پکې دا خبره مې کړده چې د افغانستان امنیتی او دفاعي وکونو د شهید خصوصا د شهیدانو معلولین کورنۍ او تاویا دوی ته پغه توګه چې باید رسیدګي وشي نه ورته کیږي. دغه موضوع د دولت د اجنډا نه وتل خبر ده، یعنی په اجنډا نه وتل پدې معنی یعنی دوی په اجنډا او په پام کې نشته ده. تاسو که دغه په صفحاتو د اعلاناتو متوجه اوسئ، دغه تیر ورو اختونه کې چې د او پارلمان کم کمیسون د امنیتی او دفاعي د دولت د وزارتونو سره چې ونیول، تاسو هغه اجنډا کې وګورئ ماته پکې کې یو متن یا یو کلمه راوخه چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د شهیدانو معلولینو کورنۍ ته دوی رسیدګي کړي یا پکې ذکر شوی وي، یعنی دومره خاصه پاملرنه نه ورته کوي. دغه مسله چې دغه اوس د ډوډۍ د توزیع کولو شوې ده، یو بدبختي زمونږ استادو په ټولنه په حکومت کې دا ده چې رفع مسولیت کوي، ادای مسولیت نه کوي. دغه کوم غنم چې توزیع شول په دې کې هم دغه بدبختي و چې یو وزارت وي چې مای کوه حکومت او څو رئیس جمهور صاحب ته څو چاپلوسان په چار اطراف کې ناست و هغې په منظوره کړه بلې بلې ورته ویل دی روی سته پسته عذر بتر از ګناه هغې ته د امتحاني دورې نوم ورکړلو. دغه اوس هم چې د ډوډۍ مسله ده چې دوی توزیع کړې ده، دا خپله ډاکټر صاحب که ما سره په دې مسله موافقت وکړي، دا خپله د شوي وایرس د کرونا یو زمینه سازي ده. په ډېرو تنګ شرایطو کې دا توزیع کوي، متاسفانه دا په دې خاطر ده چې زه مطمئن یم د وزارت صحتامې له خوا نه به دوی ته ډېر جدي موقف نیول شوي چې دا کار مه کوئ یا که کوئ په دغې طریقو باندې وکړئ. او متاسفانه هلته یو کړی دي چې فقط هغه رفع مسولیت کوي، یو ټویټ هغه وکړي، یو ټویټ دا وکړي، یو کلمه ورسره ولیکي دریای پنجشیر خشک نمیشه او چې کوی هندوکش چپه نمیشه، دغه شعارو باندې خلک غواړي عوام فریبي وکړي. اما متاسفانه د هغې په پست عواقبو باندې نه پوهېږي چې دا به وروسته څه هغه راوړي، پسته به څومره موران مثلا کونډې شي یا مثلا څومره به خویندې د غم ډګر ته کښېني، دوی ته د دې احساس نشته ده. دغه اوس هم دغه یو مشکلات ته چې روان دي، او زه په دې سره په اطمینان سره تاسو ته ویی شم چې لاړ شئ وزارت داخله او دفاع نه پوښتنه وکړئ چې دغه د ډوډۍ په تقسیمولو کې چې د مستحقینو یا د هغه خلک چې په فقر کې ژوند کوي چې د شهیدانو فامیلین دي، تاسو ورکړي، تاسو خبرې ورسره کړي، آیا تاسو هغه په نظر کې نیولي؟ زه مطمئن یم چې دا کار نه ده شوی. خو هغه د کوڅو د منطقو وکیلانو ته مربوط کېږي، نو فکر نه کوئ چې دو ته به تر ډېر نه د دوی سره صحیح ده، د کوڅې وکیلانو ته مربوط کېږي، اما د دوی هم دا مسؤلیت ده چې په مثلا هغه د خپله د هرې اوزې مربوطه که چې کوم د وکلای ګذر دي ټول د اوزې سره هغې دوی منځ کې عوام آهنګي کړی شي، دوی ته لیست ورکړي، دوی سره ثبت راجستر کړي، یوه کونډه چې په یو کور کې ناسته ده د یو دو اولادونو سره هغه په کوم جرات او په کوم اخلاق راوځي وکیل ګذر ته ځان ورورسي چې ته ما په دې نوم یا په دې لیست کې ثبت کړه. هغه زوړ سپینګیری پلار یا هغه زړه مور چې خپل زوی اولاد د لاسه ورکړی، هغه د دې مسئله نه څنګه خبر شي، څنګه ځان ورته ورسوي؟ خوب وزارت ساعت هر روز از هشدار از این میته که وضعیت بدتر میشه، وضعیت کرونایی در افغانستان چقدر آماده مبارزه با این ویروس است اگر بدتر از این شه وضعیت؟ قصد که پیشتر هم برای شما گفتم کنترل و مدیریت بحران کرونا کار نیست که وزارت ستامه به تنهایی خودی را بتونه. ما در مصاحبه های قبلی خود در رسانه های محترم گفتیم و همیش پیام دادیم از طرف وزارت ستامه، ما به نمایندگی از وزارت ستامه در یک تریبیونی که میشینیم مسئولیت داریم تا پیام های وزارت ستامه را در کنار آگاهی دهی و در کنار معلومات در مورد کیس ها و غیره برای مردم برسانیم. وزارت ستامه از قبل از اینکه کیس در افغانستان مثبت شود، قبل از اینکه کیس های مثبت در افغانستان مشاهده باشیم، برای مردم هم توصیه کرده، برای مردم هشدار داده، یعنی اگر دو بود ما شما در نظر بگیریم، هم بر مردم هشدار داد، هم به مردم از مردم ما به شکل شد که حتی جناب وزیر صاحب از مردم
یعنی بسیار به شکل متواضعانه ایشو از اونها عذر کردن برشان خواسته. ولی خب هرچی از درست از پیام داده شده برای مردم، ولی حکومت مسئول است در قبال مردم. خب نمیشه شما تنها بیاین رفع مسئولیت وزارت صحت عمره بکنین. مثلا توزیع نان را آقای وردگ اشاره کردن، خب در یک فضای توزیع میشه که خود از او باعث از این میشه که مردم بیشتر مبتلا شه به کرونا. مسئله توزیع نان به خاطر که مربوط وزارت صحت عمره میشه، اما از لحاظ صحیش، اما از لحاظ صحیش ببینین وزارت صحت عمره از اول قسم گرتون بیشتر هم گفتم، بازم ما از نمیجه بر کسایی که تجمع را ایجاد میکنن در نانوایی ها، در خبازی ها و در هر جای دیگه که شهر باشه، برشان بازم میگم که لطفا از تجمعات جلوگیری بکنین، فاصله مینی را مراعات بکنین و وزارت صحت عمره با این پدیده، با توزیع نان در عقب خبازی ها، با این تجمعی که ایجاد میشه، ما پیام ما بر مردم باز مامی است که کار میتونه که یک خطر واقعی به صحتتان باشه و لطفا از این کار جلوگیری بکنین، به خاطر که امکان داره در یک صف که 100 نفر استاد میشه 20 نفر از اینا مصاب باشه، 80 نفر از اینا سالم باشه. 20 نفر مصاب میتونه که 80 نفر سالم خانواده هایشان و بالاخره سطح جامعه اینا با خطر مواجه بسازن و ویروس به شکل بسیار سریش پراکنده بشه. پس بگونه که توزیع میشه وزارت صحت مخالفش است نان، بگونه که توزیع میشه با او تجمعی که ایجاد میشه و بدون در نظر داشت فاصله ایمنی و بدون در نظر داشت اهتمامات وقایوی، پوشیدن ماسک، حفظ صحی که باید مراد شوه، وزارت صحت مخالف شد. خب از لحاظ تکنیکی اینا چقدر وزارت آماده است مبارزه بکنه با کرونا اگر وضعیت بدتر میشه؟ خب از لحاظ تکنیکی اگر سر بود آگاهی دهیش به ما آگاهی دهی ما مسئله معلومات دادن به شدت جریان داره، و اگر سر بود تداوی، سر بود تجهیز، سر بود ایمار و اختصاص دادن مراکز به خاطر تشخیص و تداوی بگوین که وزارت صحت عمره همه روزه تلاش های شبانه روزی یعنی بسیار به جدیت جریان داره که شفاخانه‌ای که فعلا بسنده نیست اونا را زیادتر بسازه، تعداد مراکز تشخیص و تجرید و تداوی ما زیاد شوه و همچنان ظرفیت تست روزانه بالا بره. فعلا الحمدلله ما شاهد هستیم ظرفیت تست ما روزانه از حدود 1200 الی 1500 تست شده. ببینین ما یک ماه قبل، یک هفته قبل، دو هفته قبل، یعنی پیشرفت های چشمگیر و پیشرفت های است که ما میتونیم میره گام مثبت. فکر نمیکنین هنوزم کافی نیست با توجه خب به و هر حالش ببینیم با نفوس 6 میلیونی که فعلا در شهر کابل است طبعا ظرفیت کافی نیست، یعنی اگر مدل هایی که کشورهای موفق این ما نمیتونیم که بگوییم که وزارت صحت عمره آماده نیست. ببینیم با در نظر داشت شرایط فعلی، با در نظر داشت بحران فعلی مدیریت شما خیلی مهم است. مثلا بالاتر از 1 میلیارد افغانی با وزارت شما اختصاص داده که شفاخانه بسازد، چند تا شفاخانه ساخته؟ ببینیم با 1 میلیارد افغانی اگر ما شما نفوس اضافه تر از 35 میلیون افغانستان از 34 ولایت با این مساحتی که داره در نظر بگیریم، ما این سوال میتونم بگویم خوبتر پاسخ شدمی که با 1 میلیارد افغانی با او از یک مرکز تشخیص و تداوی ماشین خریدن بر از او، تشخیص کردن از او، استخدام پرسنل، معاش دادن به پرسنل، همه زیر اگر ما حساب بکنیم شاید میلیون ها دلار ما کمبود شویم در این قسمت. به خاطر وزارت صحت عمره ما پیام میگیریم که هم کار نیست با شما در کل دولت، به خاطر پول کم اختصاص داده میشه برنامه‌ای که به خاطر نتیجه گیری این قسم کدام نمیتونیم، این قسم ما کدام نمیتونیم، همکار است فعلا دولت با ما. درست. مگر ما خواهان هستیم که نهادهای زی دخل همکاریشون هرچی بیشتر شد با ما. سپاس گزار وارد اکسپت چه باید دوستی زی دقیق ویروس را دقیق دول مبارزه اوسی؟ زه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلی چې دا تنها د وزارت صحت عامه مسؤلیت نه ده او تنها باید وزارت صحت عامه په دې کې مبارزه ونه کړي، دا یو ملي تهدید ده او په دې کې باید ملي مبارزه وشي او دا یو ګډ تهدید ده، باید ټول په ګډه د دې لپاره کار وکړو. زه تاسو نه دغه سوال زه غواړم مطرح کړم چې دغه اوس د کرونا دپاره بغیر د وزارت صحت عامه نه کوم وزارت فعاله ده او کوم وزارت کار کوي؟ تاسو وینئ چې نه کوم وزارت فعاله ده او نه کوم وزارت کار کوي د دوی سره په مرسته کې. همدغسې پر کل کې که موږ وګورو د کوم سیاسي بنبست چې متاسفانه دوه مشرانو فعلا د خپلو شخصي ګټو د خپل اقتدار دپاره په لاره اچولی، ټول د افغانستان نفوس یې ګروګان نیولی او ټول د افغانستان نفوس یې د یو تهدید سره مخامخ کړی ده. تاسو باور ولرئ که چیرته دا سیاسي بحران نن خلاص شي او دا افغانستان په یو ښه لاره باندې په یو ښه حکومتدارۍ باندې روان شي، د افغانستان کابینه تکمیل شي، د افغانستان کابینه په کار باندې ولویږي، د حکومت انجن فعاله کیږي، هغه منابع او امکانات او پیسې، هغه پروژې ټول په کار باندې ولویږي، موږ کړی شو د دې تهدید سره په ګډه باندې ښه کار وکړو. او حکومت باید هغه ملي منابع چې د خلکو په منځ کې دي، په طور د مثال دغه اوس موږ سره د شپېتو او یو کورنیو د خوراکي توکو مواد او همدغسې په 4-5 ولایتو کې د تجارانو لخوا موږ سره امکانات شته، اما موږ سره هغه د تسهیل کولو منابع نشته دي.
دولت دومره ضعیفه ده، دولت متاسفانه په هغه اندازه بیریخي د خلکو په منځ کې ده چې نشي کولی دغسې منابع تشخیص کړي تر څو د کورونا د پاره د مبارزې په مقابل کې دا استفاده وکړي. که چیرې دولت او دغه دوه مسؤلین د دوه دانې مشران چې نن په خپل اقتدار باندې را سره بس روان ده که دغه پای ته ورسیږي، تاسو مطمئن اوسیږئ چې ټولو ادارات به په ګډه د دې سره کار وکړي، هغه خلک، هغه منابع، هغه مشران چې نن سبا خفه دي او د حکومت نه فاصله نیول ده، هغه بیرته راځي په ګډه د دې دپاره کار کوي او دا یو ملي تهدید ده. په دې کې باید موږ په ګډه را سره کار وکړو. مننه. چه زمان شاید فروکش ویروس کرونا خود بودیم آقای؟ ای مسئله است که از دقیق یا به صورت قطعی گفته ایران نمیتونه. امکان داره که بحران کرونا 6 ماه دیگه طول بکشه، امکانش است 1 سال، یا امکان داره که حتی دیر تو دوام بکنه. و به اساس تخمین هایی که در سطح جهان صورت گرفته در کشورهای مختلف، ما شما قسمی که در اول برنامه براتون گفتم، اما ترند یا ممیلان مرض که در بعضی کشورها طرف بالا میره و بعضی کشورها پهن شده رایست، یعنی هموار شده رایست، تعداد کسای مثبت در اونا کاهش میفته. خوی را دانشمندا به عوامل مختلف ارتباط دادن، از قبیل مثل تغییر موسم یا تغییر اقلیم در بعضی کشورها و همچنان آب و هوای کشورها و زنده ماندن ویروس در بعضی محیط ها و در بعضی سطوح و منابع. با استناد به او ما گفته میتونیم که نتیجه گیری قسم کده میتونیم که یگانه عاملی که فعلا ما را در ریشه کن شدن و یا کنترل بحران ما را کمک میکنه فقط همکاری مردم است. ما بازم از مردم جدا خواهش میکنیم که وزارت سطح ما را تنها نگذارن و همراه وزارت سطح ما دست همکاری بتن، توصیه هایی که از طرف وزارت سطح ما برشان میشه و را جدی بگیرن و لطفا کرونا را جدی بگیرن. تشکر. سپاسگزارم از حضور اردویتان در برنامه عصر امروز خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.